گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی، موسوی مجد متهم جاسوسی علیه سلیمانی کیست؟ یافته‌های بی بی سی درباره ابعاد بحران کرونا در ایران، شمار جانباختگان در زمستان گذشته ممکن است تا 5 برابر آمار رسمی باشد. و 30 سال پس از زلزله‌ای که 37,000 کشته به جا گذاشت، محمد فرنود عکاس خبری برای اولین بار از خاطراتش از زمین لرزه رودبار و منجیل میگوید. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. عامل لو رفتن محل تردد قاسم سلیمانی، جاسوس سیا و موساد یا یک فرمانده نیروی قدس که قربانی تصفیه حساب‌های داخلی سپاه شده، محمود موسوی مجد کیست؟ 2 هفته پیش قوه قضایی ایران برای اولین بار اعلام کرد که فردی به نام محمود موسوی مجد که گفته شد راننده مشاوران نظامی ایران در سوریه بود به اعدام محکوم شده. اول سخنگوی قوه قضایی گفت او محل تردد و اسکان قاسم سلیمانی را گزارش داده بود و به همین دلیل قرار است اعدام شود. بعد که معلوم شد آقای موسوی مجد پیش از ترور فرمانده نیروی قدس سپاه در زندان بوده، قوه قضایی اعلام کرد که او نقشی در ترور قاسم سلیمانی نداشته و به دلایل دیگر اعدام می شود. تا چند روز پیش تنها منبع اطلاعات درباره او خبرگزاری های وابسته به سپاه و قوه قضاییه بودند و تنها 2 عکس از او منتشر شده بود. اما مدارک، تصاویر و عکس های اختصاصی که از دوستان او در سوریه و لبنان به دست خبرنگار ما ژیار گل رسیده، داستان و چهره متفاوت از این مرد در سایه به دست می دهد. جاسوس اسرائیل و آمریکا بیخ گوش قاسم سلیمانی یا قربانی تصفیه حساب رقیبانش در سوریه. محمود موسوی مجد راننده ای ساده یا سید حیدر از فرماندهان سابق نیروی قدس سپاه در سوریه. در شعبه 15 دادگاه این گونه اتهامات قاضی و دادگاهش آشناست، اما این بار محکوم از جنس دیگری است. فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد، سه‌شنبه 20 خرداد، برای اولین بار نام محمود موسوی مجد شنیده می شود. تا به آن روز خبری از هیچ رسانه و مقامی در حکومت ایران درباره بازداشت، دادگاهی و محکومیت او شنیده نشده بود. به سرویس موساد بست شده بود و هم به سرویس سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در دیماه سال گذشته در حمله ارتش آمریکا در بغداد کشته شد. این در حالی است که محمود موسوی مجد 17 ماه پیش از ترور قاسم سلیمانی دستگیر و زندانی شده است. در مقدمه لازمه 2 تا نکته را عرض بکنم. پس از مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه، 2 پیام صوتی منتسب به محمود موسوی مجد به فارسی و عربی منتشر شد. به نظر می رسد او از زندان اوین با بیرون تماس گرفته بود. برخلاف آنچه توسط سخنگوی قوه قضایی اعلام شد، متهم پرونده ترور سپه بود شهید سردار سلیمانی بنده نیستم. بنده اعلام می کنم حاضرم در دادگاه علنی و با حضور اصحاب رسانه‌ها و حتی حقوق دانان مستقل نسبت به تمامی اتهامات پاسخگو باشم. It's him. You think it's him? نزار زکا شهروند لبنانی است که به اتهام جاسوسی 4 سال در زندان اوین بود. او با محمود موسوی مجد همبندی بود.
اون همیشه مدعی بود که میدونه سپاه پاسداران چطور عمل میکنه و با رفتارشون آشناست. همیشه میگفت اونا نمیتونن اونو توی زندان نگه دارن چون که اونایی که اونو زندانی کردن خلاف کردن، نه اون. خیلی خوب سپاهی ها رو میشناخت. خبرگزاری های وابسته به قوه قضاییه و سپاه پاسداران منبع اطلاعات درباره محمود موسوی مجد بودند. این خبرگزاری ها تنها یک عکس او را منتشر کردند. آنها میگویند پیش از انقلاب خانواده موسوی مجد به سوریه رفته. دو سال پیش حزب الله محمود موسوی مجد را در لبنان دستگیر می کند و به ایران تحویل می دهد. او عضو نیروی قدس سپاه نبوده و تنها راننده بوده است. در قبال دریافت ماهانه $5,000 برای اسرائیل و آمریکا جاسوسی می کرده. با پدر و وکیل محمود موسوی مجد در تهران تماس گرفتم. اونا حاضر نشدن با بی بی سی درباره این پرونده صحبت کنن، اما ما تونستیم با افرادی در سوریه و لبنان ارتباط برقرار کنیم که برای سالها از نزدیک آقای موسوی مجد رو می شناختن. دوستان محمود در سوریه و لبنان عکس ها و مدارکی برای ما میفرستند که داستانی متفاوت از زندگی او در سوریه ترسیم میکند. خانواده موسوی مجد در سال 1376 هنگامی که او کلاس پنجم دبستان بوده به سوریه میروند و در محله المزه در شیخ سعد دمشق ساکن میشوند. محمود در مجتمع آموزشی امام خمینی دمشق عربی می‌خواند. دوستانش می‌گویند محمود در سال 1388 یکی از مترجمان کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد و بشار اسد در دمشق بوده است. دوستانش ویدیویی از او را در میدان جنگ می‌فرستند. آنان می‌گویند این نیروی قدس سپاه بوده که او را به خاطر تسلطش به زبان عربی در سال 1391 جذب می‌کند و گاهی هم برای قاسم سلیمانی مترجم بوده. کپی نامه محمود که سابقه فعالیتش را برای وکیلش توضیح می‌دهد به دست ما می‌رسد. این نامه اگر صحت داشته باشد او یکی از افراد با نفوذ نیروی قدس در سوریه بوده است. فعالیت‌های شامل جذب نیروهای بومی، احداث پادگان نظامی و با نام مستعار سید حیدر فرمانده شبه نظامیان در میادین جنگ ادلب، حما، دمشق و حلب بوده است. پدرش در نامه‌ای به قوه قضاییه گفته محمود دو بار در سوریه زخمی شده بود. دوستانش در سوریه می‌گویند او به بیمارستان شیخ راغب حرب در جنوب لبنان اعزام شده بود. یکی از تخصصی ترین و مجهزترین بیمارستان های ایران در لبنان. مدارک پزشکی نشان می‌دهند محمود در این بیمارستان بستری شده بود. نیروهای هوشیار ما در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خوبی حسد می‌کنند فعالیت های اونها را. قوه قضاییه می‌گوید محمود در لبنان دستگیر شده، اما پدر او و دوستانش در سوریه میگویند او در محله المزه دمشق ربوده شده و به لبنان برده میشود. پس از مدتی بازجویی و شکنجه توسط حزب الله او به سازمان اطلاعات سپاه تحویل داده میشود و سپس به ایران منتقل میشود. از سرویس اطلاعاتی موساد به واسطه همکاری دادگاهی محمود پشت درهای بسته در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود. او شکنجه شد و مجبورش کردن که جلوی دوربین به جاسوسی اعتراف کنه، به جرمی اعتراف کنه که مرتکب نشده بود. محمود در دادگاه به قاضی صلواتی گفته بود که او زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده، اما صلواتی حرفاش رو قبول نکرد. ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده های امنیتی است.
او قاضی ده ها متهم پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بود، متهمانی که ثابت شد زیر شدیدترین شکنجه ها به جاسوسی برای اسرائیل و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اعتراف کردند. من مسئول عملیات بودم. مازیار ابراهیمی یکی از آن متهمان بود که اعترافات او در تلویزیون ملی ایران پخش شد. او قاضی صلواتی را به یاد دارد. من رو بردم پیش قاضی صلواتی شعبه 15. خیلی بد با هم صحبت کرد. فقط هم اصرار داشت رو این که اعدامت بکنم، این کاغذی که میبینی حکم اعدامته. میگم این حکمی که حکمته. برو یه هفته بهت وقت میدم با آقایون همکاری کن. کاظم موسوی مجد، پدر محمود، اتهام جاسوسی را تصفیه حساب خصوصی علیه پسرش توسط گروه قدرتمند در سوریه خوانده و در نامه‌ای نوشته: فرزندم قبل از بازگشت و تصفیه حساب سپاه باهاش گزارشات درباره گروهی فاسد در سوریه به حفاظت سپاه داده بود که در اون از تخلفات مالی، اخلاقی و مواد مخدر اشخاصی که از غذا آقازاده بودند گزارش داده بود. دوستان محمود در سوریه هم میگویند اتهام جاسوسی علیه او تصفیه حساب گروهی در سپاه با اوست. بنده به هیچ وجه از دادرسی عادلانه برخوردار نبودم، چنانچه کسانی بنا دارند با اعدام زود هنگام بنده برخی منافع شخصی خود را محفوظ نگه دارند. با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد و شعبه 19 دیوان عالی کشور هم اخیراً این حکم رو تأیید کرده و به زودی این فرد حکمش اجرا و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده خواهد. در تصویری که به همین شکل به دست ما رسیده، محمود موسوی مجد در کنار سفیر سابق ایران در لبنان و نخست وزیر پیشین سوریه دیده می شود. خانواده موسوی مجد از افراد با نفوذ در سوریه بودند. هرچه درباره هویت و پیشینه محمود موسوی مجد بیشتر تحقیق می کنیم، با سوالات بیشتری روبرو می شویم. قوه قضاییه ایران میگوید او از بلندپایه‌ترین مقامات نظامی این کشور جاسوسی کرده، اما دوستانش میگویند او قربانی رقابت‌های داخلی نیروی قدس سپاه در سوریه شده است. ژیارگل، BBC. تحقیقات BBC نشان می‌دهد که شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران در زمستان گذشته می‌تواند تا 5 آمار رسمی باشد. در زمستان سال 98 همزمان با شیوع کرونا 6400 مرگ اضافی نسبت به سال‌های قبل ثبت شده که با توجه به توزیع جغرافیاییش می‌تواند عمدتاً به کرونا مربوط باشد. گزارش بهرنگ تاجدین را ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است ناراحت کننده باشد. ویروسی که چند ماه است نفس‌ها را گرفته. اوایل زمستان 98 بود که کرونا به ایران سرایت کرد و به سرعت همه گیر شد. اینا همه کرونایی هستن که باید شسته بشن. انتشار ویدیوهایی مثل این به این نگرانی‌ها دامن می‌زد که آماری که دولت درباره میزان گستردگی شیوع و شمار قربانیان کرونا اعلام می‌کند بسیار کمتر از میزان واقعیش باشد، ولی دولت اصرار داشت که آمارش دقیق است. اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و 1/4 این تعدادم باشه، من استعفا میدم. یعنی ما به آمارمون بسیار اطمینان داریم و به هیچ وجه با این مسائل عرض شود خدمتون به خاطر جلوگیری از تشویش از خانه عمومی کوتاه نخواهیم اومد. دیشب اعلام شد تخت‌های فراوان. در همان روزها دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که نهادی بجز وزارت بهداشت آمار مرتبط با کرونا را منتشر نکند. مسئولیت امر به ستادی واگذار شده که رئیس این ستاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.
بنابراین همه امور هم از لحاظ آمار و ارقامی که باید به مردم منتقل بشه باید به صورت متمرکز بدون توجه به شایعات به سخنان این مرکز توجه بشه. ولی بعضی از مقام‌های محلی آمارهای دولت را زیر سوال می‌بردند. میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 1284 نفر در 3 ماه زمستان بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. ولی تحقیقات بی بی سی فارسی بر اساس آمارهایی که سازمان ثبت احوال به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد که شمار موارد مرگ و میر در این مدت 6400 نفر بیشتر از میانگین زمستان‌های 5 سال قبل آن بوده. این 5 برابر آمار رسمی جانباختگان کرونا در این مدت است. وضعیت در همه استان‌ها یکسان نبود. در استان‌های شمالی نظیر گیلان و مازندران بعضی از مردم چنان نگران میزان شیوع بودند که جلوی ورود مسافران به شهرها را می‌گرفتند. تاریخ 11/12/98 گودی که کندن به دلیل شمار بالای درگذشتگان در بعضی مناطق مقام‌های محلی به سرعت قبرستان آماده می‌کردند تا بتوانند قربانیان کرونا را دفن کنند. برای بچه‌های کرونایی برآوردهای بی بی سی فارسی نشان می‌دهد در طول زمستان 98 نزدیک به 1800 نفر در استان تهران، 1700 نفر در گیلان، بیش از 1100 نفر در مازندران، 800 نفر در قم و بیش از 600 نفر در اصفهان بیشتر از میانگین سال‌های قبل فوت کردند. با در نظر گرفتن جمعیت استان‌ها مشخص می‌شود که گیلان، قم، مازندران و گلستان شاهد بیشترین سرانه مرگ و میر اضافی بودند و استانهای البرز، تهران، قزوین، اصفهان و سمنان هم در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. شیوع کرونا تأثیرات اقتصادی و اجتماعی عمیقی بر ایران و مردمش گذاشته. ویروسی که نه فقط بر مبتلایان بلکه بر زندگی و سلامت خیلی های دیگر هم به صورت غیر مستقیم تأثیر گذاشته. آمار مرگ و میر اضافی تنها روزنه کوچک بر این فاجعه انسانی است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. 30 سال از زمین لرزه رودبار و منجیل گذشت. زلزله‌ای که 37,000 نفر را کشت و 500,000 بی خانمان به جا گذاشت. همان سال ورلد پرس فوتو معتبرترین مسابقه سالانه عکس خبری در جهان توجه ویژه‌ای به عکس‌های محمد فرنود از این حادثه نشان داد. آقای فرنود که عکاس خبری و مستند است در گفتگویی با فرج بالفکن از عکس‌هایش گفته و از کاربرد عکاسی در بحران‌هایی از این دست، با این توضیح که در این گزارش تصاویری هست که ممکن است برای بعضی ناراحت کننده باشد. ناله و اندوه جان به در بردگان زمین لرزه رودبار از پس 30 سال همچون آتش زیر خاکستر است که از دل بیرون نمی رود. وقتی گروه خبری ما صبح واقعه به منجیل رسید، وظیفه دیگری به جز پوشش خبری در انتظارمان بود. دفن خانواده هایی که بازمانده ای هم نداشتند. عکاسی خبری و مستند در جهان همیشه در بحران‌ها مفهوم و کاربرد ویژه‌ای داشته. زلزله منجیل و رودبار هم از این قاعده مستثنا نبود. شاهد عینی‌اش هم محمد فرنود است و گزافه نگفته هادی شفایی، بنیانگذار فقید رشته عکاسی در دانشگاه تهران، که او را عکاس خبری با استانداردهای جهانی می‌دانست. ما
محمد فرنود اهل مشاهده است نه مصاحبه، اما در ماجرای بازخوانی مصیبت رودبار لب به سخن گشود. در سخت در این شرایط ممکن با یک هلیکوپتر رفتم به منطقه رستم آباد، اونجا پیاده شدم و با 2-3 کیلومتر پیاده روی به روستاهای اطراف اون موفق شدم عکس‌های متنوعی بگیرم. عکس‌های بسیار متأثر کننده پدری که 3 تا فرزندش رو از دست داده، اما به جای اینکه به جنازه اونها نگاه کنه به جنازه‌های متلاشی شده اونها، و من پشت یک خرابه خودم رو پنهون کرده بودم و حالات روحی این پدر عزادار رو داشتم عکاسی می‌کردم، داشت به عکسی نگاه می‌کرد که در بارگاه امام رضا از اونا به یادگار داشت و داشت به اون یادگاری که ازش مونده بود. اینجاست که قدرت عکس مشخص می‌کنه. بچه از دنیا رفته اما پدر داره به عکسش نگاه می‌کنه. قدرت عکس در این جور مواقع یه بحرانی میتونه زمان خودش رو منجمد بکنه. یک واقعه رو به بهترین شکل ممکن عکاس میتونه ثبت بکنه. ۳۷ هزار کشته، ۶۰ هزار زخمی و ۵۰۰ هزار بی خانمان زمین لرزه رودبار را در فهرست مرگبارترین 10 زلزله 100 سال گذشته در جهان ثبت کرد. من می دیدم همون بلوک هایی که منازلی که تخریب شده، یک زنی با پاهای برهنه داره این بلوک ها را به یک سمتی می بره که باهاش قبر دارن درست میکنن، و بعد عزیزان خودشونو بلوکی که شده بود سقف خونشون شده بود قبر عزیزانشون، و اونجا اینقدر متأثر شدم با صحنه مواجه شدم که مادری در یک قبری نشسته و میگه منم با 55 نفر از عزیزانش که از دست داده بود منم با اینا دفن بکنین. در واقع میخواست خودش رو زنده به گور کنه، که انقدر سری من این عکس رو گرفتم و متأثر شده بودم که رفتم دنبال عکس های بعدی از صحنه های داخل همون قبرهایی رو که با بلوک چیده بودن و 4 نفری، 5 نفری، 2 نفری اینا رو داشتن از آب رودخونه استفاده میکردن و اینا رو غسل میدادن، پتو میپیچیدن دورشون چون کفنی وجود نداشت و اینا رو دفن میکردن. تصاویر ارسالی محمد فرنود به جهان کاربرد عکاسی خبری را آشکار کرد. مصداقش هم کمک‌های بیشماری بود که روانه ایران شد. شاید میتونم بگم در 120 کشور جهان وقتی عکسای من پخش شد توسط آژانس سیپا در فرانسه و این کمک‌های جهانی برای زلزله زده‌ها جمع شد با تأثیر عکسای من، وظیفه من به عنوان یک عکاس خبری در بحران همینه. بهرام بیضایی کارگردان شهیر ایران گفته از افسونی که در عکس‌های فرنود است نمیتوان فرار کرد و این افسون چیزی نیست جز بیپناهی حیرت‌آور بشر در برابر فاجعه‌ای به نام جنگ و زلزله. به گفته او عکس‌های فرنود بی‌پرده خیلی امین و دقیق گرفته شده. از همین رو عکس‌های رژه نیروهای مردمیش را بارها در فیلم سگ‌کشی خود استفاده کرده. اما عکاس خبری هم به ماهیت بشری خود از وقایع و بحران‌ها بی تأثیر نمی ماند. آنچه را که دیدم در اونجا انقدر منو متأثر کرد، با توجه به اینکه جنگم تجربه کرده بودم تو 8 سال گذشته و به فاصله 1-2 سال بعد این بحران را داشتم تجربه می کردم، برای من بسیار بسیار سخت و کشنده بود. اما وظیفه یک عکاس خبری در این مواقع همینه که بتونه خودشو به سوژه نزدیک بکنه. یک عکاس حرفه‌ای در این جور مواقع وظیفه داره حضور داشته باشه اما دیده نشه، و با تبحر و با تخصص خودش و با هنر خودش تمام زشتی‌های یک واقعه تلخ رو
به زیبایی هرچه تمامتر به تصویر بکشه. زنده یاد مرتضی ممیز یا آنچنان که معروف است پدر هنر گرافیک ایران گفته فرنود خشونت بشری طبیعت و زندگی را می‌بیند و با عکس‌هایش آن را در سراسر جهان به دیگران نشان داده و هشدار می‌دهد. قطعاً و یقیناً عوارضش منو اذیت می‌کنه. همین الان که دارم با شما صحبت می‌کنم تمام اون حوادث لحظه به لحظه جلوی چشم من داره رژه میره. 30 سال گذشته ولی امشب من دارم راجبش صحبت میکنم. در کلاس‌های درسم با دانشجویانم وقتی که از من سوال میکنن دوست دارن که این عکس‌ها رو ببینن، چشماشون رو که وقتی نگاه میکنم میبینم همه دارن گریه میکنن. این عکس‌ها حاوی یک پیامه. این پیام اینه که شما در درجه اول بتونید به هم نوع خودت کمک بکنی و پیام هشدار دهنده این عکس‌ها این هستش که ما آدم باشیم، انسان باشیم، درست زندگی بکنیم. هر لحظه میتونه زلزله‌ای اتفاق بیفته. چنین است که تصاویر به جا مانده از عکاسان خبری وسعت خرابی چهره‌های وحشت‌زده و اندوهناک بازماندگان زلزله رودبار را در افکار عمومی جهان زنده نگاه داشته. فرج بالافکن، BBC. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.